عضو مجلس ارتجاء به اسم بیرانوند با اشاره به تداوم غارت‌های نجومی در دولت حسن روحانی روز سه‌شنبه 30 اردیبهشت در مجلس ارتجاء گفت همین الان ورود عده‌ای آقازاده در قراردادهای نفتی باعث ایجاد فساد شده است. طرف رشوه دهنده در اروپا محکوم شده. رشوه دو طرف دارد. طرف ایرانی را ما ناچاریم با اسم رمز بیاوریم و بگوییم مثلا جونیور. یکی از پیامدهای رو در روی باندهای متخاصم در جریان زهرخوران اتمی، رونمایی آنان از دزدی‌ها و غارتگری‌های همدیگر است. کافی است نگاهی به برخی از این اعترافات در یک هفته اخیر بیندازیم تا تصویری هرچند مختصر از ابعاد دزدی‌های کلان در دولت روحانی به دست بیاوریم. آخوند حسن روحانی روز 23 اردیبهشت در یک سخنرانی گفت به نام ایستادن در برابر قدرت‌ها و ابرقدرت‌ها برخی جیب مردم را زدند و اموال مردم را غارت کردند. این جماعت را حسن روحانی کاسبان تحریم می‌نامد و این اشاره‌ای به پاسداران و شرکای دولت احمدی نژاد است. روزنامه حکومتی شرق در مورد ابعاد چپاول و حرام و هدر کردن اموال مردم توسط این باند به نقل از محمد جهرومی وزیر کار احمدی نژاد همکاسه سابقشان در کابینه احمدی نژاد نوشت حالا فصل دورگردی کاسبان است. از یک طرف کاسبان دلواپسی، از طرف دیگر آنها که دنبال فرصتی برای اعلام شکست مذاکرات بوده و هستند. وزیر کار دولت احمدی نژاد از ماجرای کشدار مذاکرات هسته‌ای عدد و رقم داده و گفت پرونده هسته‌ای بیش از 160 میلیارد دلار به کشور ضرر زده و مذاکرات مربوط به ژنو باید 18 سال پیش انجام می‌شد. این همان نقطه است که کاسبان تحریم به راه می‌افتند و از یک سو اختلاس و از سوی دیگر دست در جیب مردم کردن را به راحتی انجام می‌دهند. روزنامه حکومتی اعتماد نیز از باند رفسنجانی روحانی به گوشه دیگر از چپاول بانک‌ها، البته بانک‌های باند رقیب می‌کند و می‌نویسد خسروی عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه بانک‌ها در روز روشن قانون شکنی می‌کنند گفت وقتی بانک‌ها وارد حوزه ساخت و ساز می‌شوند دیگر حاضر نمی‌شوند تسهیلات را در اختیار انبوه سازان قرار دهند، چرا که واحدهای ساخته خود را با سود بالاتری در بازار می‌فروشند و به نابسامانی این بخش دامن می‌زنند. واقعیت این است که اقتصاد ایران را با بانک فلج کردند. اعداد و ارقام رو شده از طرف باند دلواپسان و اطرافیان خامنه‌ای از دزدی‌های مهرها و مقامات باند رفسنجانی روحانی هم در تنوع و ابعاد دست کمی از باند رقیب ندارد. روزنامه جوان ارگان بسیج یعنی بخشی از کاسبان تحریم یک فقره از کارنامه پرفضیحت زنگنه وزیر نفت روحانی را رو کرد و نوشت شرکت‌های غربی همینک خوش اقبال‌ترین شرکت‌های اقتصادی هستند. آنها در دوران حکومت بیع متقابل بیش از 60 میلیارد دلار از ایران گرفتند تا تولید نفت را 1,500,000 بشکه افزایش دهند، اما در عمل تنها موفق به افزایش 360,000 بشکه نفت شدند، آن هم با دوپینگ. تولید 120,000 بشکه ای را نشان دادند و 50,000 بشکه ای تحویل دادند. رسالت روزنامه ارگان فاشیستی مؤتلفه هم از یک فقره رانت‌بازی وزیر صنعت معدن و تجارت دولت روحانی البته با همکاری بانک مرکزی خبر داده و می‌نویسد سخنگوی کمیسیون اصل 90 در ارتباط با روند رسیدگی به رانت 650 میلیون یورویی بانک مرکزی و وزارت صنعت به یک تاجر در کمیسیون اصل 90 اظهار داشت با توجه به اینکه بعد از مهلت‌های تعیین شده برای ارائه توضیح وزارت صنعت و بانک مرکزی در این خصوص هنوز پاسخی به این کمیسیون نرسیده است، میتوان گفت که این دستگاه‌ها جوابی ندارند. عدم پاسخگویی بانک مرکزی و وزارت صنعت با وجود مهلت تعیین شده توسط کمیسیون اصل 90 نشان می‌دهد که این رانت داده شده و مسئولان پاسخی در این باره ندارند. اگر این رانت داده نشده بود، حتما آقایان پاسخ می‌دادند.
این رو کردن باندی دست هم دیگر هنوز از نتایج سحر است. باش تا صبح زهرخوران رژیم، یعنی روز اضمحلال و سرنگونیش فرا برسد. آن روز پرونده های غارت و چپاول به طور کامل گشوده می شود.